رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در یمن از بدتر شدن اوضاع انسانی در یمن با توجه به تداوم جنگ و تحریم های عربستان سعودی علیه این کشور خبر داد. دیجان بیسلینک رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در یمن در گفتگو با روزنامه آلمانی ولت اشپیگل به توصیف شرایط اسفناک این کشور پرداخت و گفت در روزهای اخیر درگیری های شدید در شهر صنعا وجود داشت. اگرچه در حال حاضر اوضاع کمی آرامتر است اما بیش از دو سال است که در این شهر مبارزاتی بدون توقف وجود داشته است سیستم بهداشت و سلامت در این کشور تقریبا به طور کامل از هم پاشیده و عواقبی درناک برای مردم این کشور در پی داشته است بیسلینک افزود در ماه گذشته محاصره یمن از طرف عربستان سعودی گسترده تر شد و به این ترتیب هیچ کمک انسان دوستانه ای به صنعا نرسید و این در حالی است که مردم اینجا در حال مبارزه برای زنده ماندن هستند و وضعیت استراری و نیازمندی های آنها مرتبا بزرگتر و بیشتر می شود. بیسلینک ادامه داد حدود دو سوم انسان ها در اینجا نیازمند واردات مواد غذایی هستند و این یک چالش بزرگ است که ما نمیتوانیم همه نیازهای مردم این کشور را برطرف کنیم. آنچه که ما میبینیم این است که بحران یمن همواره بدتر و بدتر شود و ما در زیر فشارهای این وضعیت استراری و نیازمندی های فراوان مردم این کشور قرار داریم. وی عنوان کرد حدود یک سال است که من اینجا حضور دارم و شرایط اضطراری همواره بزرگتر می شود. سال گذشته ما باید در هر ماه حدود دویست نوزاد را درمان می کردیم اما حالا تعداد آنها به 800 نفر رسیده است. رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در یمن در ادامه درباره اینکه آیا چشمندازی برای یمن وجود دارد گفت نیازها در این کشور بیش از آن چیزی است که ما در توان داریم و می انجام دهیم. بنابراین درخواست کمک می کنیم. آنچه که ما اکنون تجربه می این است که این کشور و مردمش در پایان راه امکانات و فرصتهای خود قرار دارند.